وقتی به چیزهای ترسناک فکر میکنید، شیاطین رو تصور میکنید، ارواح یا مادر بزرگ عصبانی. خب اگه آخرین گزینه رو انتخاب کردید، پس خبر خوبی برای شما هستش، چون موفقیت بزرگ سال 2017 چیزی به اسم گرنی رو سر زبون انداختش و اون رو به یه تجربه وحشتناک دیوونه کننده تبدیل کرد. با این حال بازی الان تقریبا به 5 سالگی خودش نزدیک میشه و این روزا حتی با وجود محبوبیت های اولیه بازی و آپدیت های بسیار جالب و ناشناخته این فرانچایز، بازی تقریبا به طور کامل از هر پوششی محو شده. اما با این گفته‌ها بیاید به سراغ این بازی مرده بریم و با چند ادغام جالب از عنوان و حتی عنوان دوم و اخیراً سوم این سری نگاه بیرونی به این بازی بندازیم و به این سوال پاسخ بدیم که چه اتفاقی برای گرنی افتادش. سلام رفقا، من محمد امین از فارسی گیم تی وی هستم. لطفاً یادتون نره که ما رو سابسکرایب کنید، زنگوله رو بزنید، اینستاگرام ما رو هم فالو کنید. کامنت انگلیسی هم فراموش نکنید. لینک کانال دوم و سوممون هم داخل دیسکریپشن هست. لطفاً اونجا رو هم ساب کنید. حالا بریم سراغ ویدیو. قبل از اینکه وارد برخی از قلمروهای ناشناخته تر بشیم، باید از همون ابتدای زمان بازی شروع کنیم که در این مورد حتی قبل از اینکه گرنی ساخته بشه. به طور خاص اولین گام در زمان گرنی از بازی به نام اسلندرینا شروع میشه. اسلندرینا یه مجموعه عظیم 10 بازی بود که بر اساس اون بازیکنی بود که خود رو در مکانهای خاصی پیدا میکردش و مجبور بود برای فرار اشیایی پیدا بکنه. در اصل برای یک کلون اسلندر ساخته شده بود. از این رو اسلندرینا نام داشتش که قرار بود دختر اسلندرمن باشه. به هر حال این سری انحصاری اندرود با وجودی که از چند جهت بسیار شبیه به گرنی بودش، بسیار محبوبم نبودش. فاقد برخی ویژگی های اصلی بود که گرنی داشتش که در مورد اونا صحبت میکنم. اما به هر حال مثل همیشه در مورد اکثر این کلون های اسلندر، اونا برای چند روز ظاهر میشن و بدون هیچ کششی واقعی دوباره به زمین میافتن. خب در اینجا ما با 10 عنوان اسلندرینا هستیم و کشش دیوانه کننده زیادی از اونا وجود نداره و بازیکنان رو زیاد به خودش جذب نمی کنه. اما با این حال عنوان بعدی این فرانچایز که در اولش قرار بود به عنوان 11 عنوان در این سری دیده بشه، قرار بود در عوض یه اسپیناف از اسلندرینا باشه. در نوامبر 2017 در اوج ژانر ترسناک ایندی، یه بازی اسپیناف در همون دنیای اسلندرینا به نام گرنی به طور رسمی برای اندروید منتشر شد و بعداً هم برای iOS منتشر شد. این بازی از نظر ارزش سطحی مفهوم نسبتاً مشابهی داشتش، یعنی فرار از دست خانم جنزده که سعی می‌کنید اشیا رو بدون گرفتار شدن جمع کنید. با این حال گرنی از این مفهوم استفاده کرد و با افزودن اهداف واقعی برای تکمیل، بسیار شبیه به کاری که سلام همسایه انجام داد، اونو فراتر از یک کلون اسلندر دیگه بردش. ناگفته نمونه که وقتی بازیکن میبازه اونا به اتاق شروع برگردونده میشن، اما همچنین باید یه روز رو قربونی کردش و بعد از 5 روز بازی تموم شده و بازیکن باید از ابتدا شروع بکنه که میتونه برای برخی افراد کمی آزاردهنده دیده بشه. اما یه عنصر کاملا جدید به این سری اضافه کردش، مجازات واقعی برای مردن به جای جامپ اسکر. به هر حال با وجود انتشار بازی در سال 2017، بازی واقعا در اوایل سال 2018 شروع به جذب کردش توسط افرادی مثل ایپرایان، کاب اسکات پیشگام شد که ماها بعد راه رو برای سازندگان بزرگتری مثل دن تی دی ام و مارکو پلیر باز کرد و منجر به انفجار در محبوبیت اون شدش. گرنی به طور تصاعدی در میان دیگر آثار کلاسیک مثل هلو نیبر و بندی اند اینک ماشین رشد کردش. در اولش خیلی عجیب بود با توجه به اینکه فقط یه بازی موبایلی بودش، اما این در واقع به نفع گرنی بود. به این دلیل که اکثر طرفداران این بازی جوان‌ترها بودن و لزوماً نمیتونستن فقط یه بازی کاملا جدید بخرن یا یه کامپیوتر شخصی تهیه بکنن. اما امروز تقریباً همه به یه دستگاه تلفن همراه با یه اپستور دسترسی دارن، مخصوصاً برای بازی رایگانی مثل گرنی. به هر حال این بازی نیازی به توضیح بیشتر در مورد محبوبیت واقعی خودش نداره. مردم اون رو بازی کردن، مردم اون رو دوست داشتن و افراد بیشتری اون رو بازی کردن. با این حال تقریبا با هر بازی محبوب یه سوال مطرح میشه: توسعه دهنده بعد از اون چی کار میکنه؟ خب مسیرهای زیادی برای رفتن وجود داره، چه عناوین دیگه یا یه گام به عقب یا یه اسپیناف. با این حال محبوب ترین تصمیم برای حفظ زندگی در یه بازی ساختن عنوان دوم بر اساس نسخه اصلیه که دقیقا همون چیزی که در مورد گرنی اتفاق افتادش.
بعد از گذروندن اولین سال از عمر بازی اصلی بر روی پورت‌ها و آپدیت‌ها، سال دوم به تولید یک عنوان کاملا جدید اختصاص یافت که در 6 سپتامبر 2019 به نام گرانیه 2 منتشر شدش. این نسخه از بازی تصمیم گرفت پیچوداب کاملا جدید در فرانچایز گرانی ایجاد کنه و با اینکه عنوان دوم بود، دومین آنتاگونیست اصلی وجود داشت که گرند پا بودش یا همون بابا بزرگ، که این بار با گرانی متحد میشه تا از فرار بازیکن جلوگیری بکنه. الان در این مرحله است که بازی به طور قابل توجهی شروع به سقوط میکنه، بیشتر با توجه به این واقعیت که بازی اصلی 2 ساله بود و الان کم و بیش فقط یه DLC اضافه شده بود به نسخه اصلی، که در پایان به هر حال فقط یه بازی موبایلی ساده بود و ذاتاً انقدر عمر طولانی نداشتش. با این حال اتفاق عظیمی برای این فرانچایز گرنی رخ داد، اتفاقی که حتی توسعه دهندگان هم نمیتونستن شاهد اومدن اون باشن. خب ببینید، جوامع بازی‌ها اهمیت زیادی دارن، نه به دلایل اصلی، مثل اینکه افراد واقعا بازی رو انجام بدن، بلکه میتونن برای توسعه دهنده هم کار کنن و رشد منفعلانه بازی به صورت دهان به دهان صفحات ویکی‌پدیا، مات‌ها و نمونه‌های اصلی از این قبیل هستن و با هر بازی محبوب نسخه‌های مختلف ساخته شده توسط فن‌های اون ارائه میشن. اگه هنوز نمیدونید در مورد کدوم عنوان صحبت میکنم، در ژانویه 2020 یه توسعه دهنده روبلاکس به نام مینیتون یه بازی فن‌مید به نام پیگی ایجاد کردش. این بازی فن‌مید یه عنوان انحصاری رباتیک بود که مفهوم گیرنی رو به خودش اختصاص داد و اون رو کاملا چند نفره کردش و به آنتاگونیست این بازی که پیگی نام داشت اجازه داد تا یه بازیکن واقعی باشه تو هوش مصنوعی. دادن این عنصر چند نفره به بازی به دوستان این امکان رو میده تا در واقع بتونن سرگرمی گرنی رو با هم به اشتراک بذارن، نه اینکه مجبور بشن به تنهایی وارد اون بشن. من زیاد وارد این بازی نمیشم چون این فقط یه عنوان فن میده. با این حال نیاز به ذکر اون رو احساس کردم، چون احساس میکردم این بازی در طول سال گذشته از خود گرنی محبوبتر و بیشتر در مورد اون صحبت شده. من اونو در روبلاکس، یوتیوب، حتی والمارت هم دیدمش، اما بله عنوان بزرگی بودش و احساس میکنم که قطعا به برخی از موفقیت های گرنی نسبت داده میشه. با این حال برای بسیاری از شما بچه ها احتمالا فکر میکنید این پایان راه برای ننجونه. منظورم این که علاوه برخی به روزسانی ها واقعا چیز زیادی برای ادامه عنوان وجود نداره. با این حال در واقع انتشار زیر رادار وجود داشت و برای پیدا کردن اون در واقع فقط باید حدود 20 روز از زمان انتشار ویدیو برگردیم. ما گرنی 1 رو با گرنی دیدیم، البته گرنی دوم رو هم با گرنی و پدر بزرگ دیدیم یا همون گرنپا. با این حال فقط به صورت فرضی بیاد ببینیم که ورود سومی به سری وجود داشته. بچه ها حتما شخصیت جدید کی باشه؟ خب بیاید به یاد بیاریم که این بازی از همون ابتدا اسپیناف چیه، یعنی همون اسلندرینا. تعداد زیادی ایسترک درون بازی قرار داده شده بود که در ریشه به اسلندرینا اشاره میشد. با این حال هیچ ارتباط مستقیم واقعی بین این دو سری تا به حال وجود نداشته، به این دلیل که در 3 ژوئن 2021 گرنی 3 تقریبا 2 سال بعد از دومین سری رسما منتشر شدش، با حضور گرنی، گرنپا و این بار پیشگام اصلی این فرانچایز خود اسلندرینا. گرنی 3 بازیکن رو بار دیگه درگیر تلاش برای فرار از یه ساختمون کردش، این بار کش عمارت بزرگ بود، بعد از اصابت گلوله به سرش با تفنگ ساشمین و ناکوت شدن در اون گیر کردش. خب به هر حال این بازی به طرز باور نکردنی در اوایل انتشار خودشه، اما یه واقعیت ناگوار وجود داره که در اینجا باید با اون روبرو شد و اون اینه که گرنی 3 صادقانه اونطور که احتمالاً باید کار نمی‌کنه. مطمئنم برای تمام یوتیوبرهای بزرگ که این بازی رو دنبال کردن فایده ای داشته. با این حال در پشت پرده اون یه بازی که در حمایت از زندگی هستش، چیزهایی مثل انجمن واقعی یوتیوب یا ویکی‌پدیا. وبسایت واقعی فندوم تا کنون حتی به روزرسانی هم نشده تا بتونه ورودی کاملا جدید رو درج بکنه، اما با رسیدن به جایگاه امروزی سوال واقعی که باید پرسیده بشه اینه که آینده گرنی در انتظار چه چیزی هستش. اما در مورد اکثر توسعه دهندگان، به ویژه توسعه دهندگان تلفن همراه، این موضوع احتمالاً یه موضوع تلخ برای بحثه، به خصوص با کاهش عملکرد بازی. با این حال با نگاه به سری‌های کمتر موفق ساخته شده توسط توسعه دهنده اسلندرینا، ما هنوز 10 عنوان رو در این سری دیدیم که شامل تنظیمات مختلف، سبک‌های بازی و حتی ابعاد میشه. بنابراین در مورد آینده گرنی، خب من قصد ندارم همه چیزو انجام بدم و انتظار داشته باشم که گرنی 3 در چند سال آینده منتشر بشه یا هر چیز دیگه‌ای. با این حال اگه بگیم که مثلا گرنی 4 در پایان عمر خودش تمام عناوین قبلی رو نادیده میگیره چی میشه؟ و در حالی که ما در حال حاضر یه سگانه نسبتا موفق داریم، ما میتونیم شاهد رشد بیشتر گرنی در آینده نزدیکم باشیم. با این حال فقط زمان مشخص میکنه. به امید انتشار گرنی 4 و بازی‌های آینده.
خب رفقا ازتون ممنونیم که این ویدیو رو تا انتها تماشا کردید. اگه از ویدیو لذت بردید حتما کامنت انگلیسی بذارید و لایک کنید تا حسابتون نپره و اینکه تا ویدیو بعدی روز و شب خوبی داشته باشید. خدافظ.